سلام به دوستان عزیز برنامه لایف. من و خانم دکتر فوجان زینی، پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوبمون همراه شما هستیم تا به سوالات شما در این برنامه به خصوص پاسخ بدن. چون یه عالم خانم، اولا سلام. سلام عزیز من، سلام به شما، سلام به همه کسانی که با ما هستن. یه دفعه هول شدم، یه شعر قشنگ میخواستم بخونم، یه شعر که نه، یه مطلب جالبه. یه کتابی رو میخوندم که اسمش هست همه گرفتارن، از کریستیان بوبن، که خیلی کتاب خوبیه. بعد یه بخشش جالب بود، میگه که زندگی خیلی کوتاه هست، چیزی به من ببخش که دوستش داشته باشم و من چیزی جز حقیقت را دوست ندارم. همون چیزی را به من ببخش که خودت هستی. همه گرفتارند، از کتاب همه گرفتارند. و خوشحالم که این برنامه‌ایه که همه میتونن خودشون باشن، سوالاتشون رو بدن، ما هم گپ و گفتگو داشته باشیم، راجبش صحبت بکنیم و کلی بهمون هممون خوش بگذره. خانم دکتر، کلی سوال داریم. من حاضرم. خب من از سوی زن شروع بکنم. نه، اونو شروع بکنم که گفته که دوستتون دارم، شما رو خیلی دوست داره، بعد مرسی که هستین. بعد گفتن که یه دختر 22 ساله دارن که کمالگرا هستش، پرفکشنیسته و داره کمک میگیره از مشاور، ولی به عنوان مادر ایشون چه کار میتونه براش بکنه؟ کمالگرایی اسمش کماله، ولی در حقیقت زیربنای کمالگرایی از نبود اعتماد به نفس و حرمت به نفس و تشویش و اضطراب خیلی زیادی میاد. برای اینی که کمالگرایی به معنای اینی که اونی که من هستم کافی نیست، چون این نیستش که یه استاندارد به خصوصی هست که ماها داریم میریم به طرف اون و میگیم حالا اگر به اینجا برسم پس این استانداردها رو دارم. فرضاً میگیم مثلا اگر در تحصیلات این استانداردهایی که در دنیا گذاشته شده، حالا منم این قدم ها رو برمیدارم به اونجا میرسم. یا اینی که مثلا کسانی که مارشال آرتس انجام میدن میگن این استانداردها وجود داره، من باید مثلا کمربند سبز بگیرم، بعد قهوه‌ای بگیرم، اینجوری نشون دادن. یه سری استانداردها هست که ما میگیم یک نفر به کمال خودش رسیده. درسته، همم اگریمنت میکنن که خب مثلا فلانی در این کار بعد از این چند سال به خاطر این چیزایی که داره پس به کمال خودش رسیده. ولی کمالگرا این تجربه رو نداره. کمالگرا فکرش اینه که من هر جایی که استاندارد هم برسم کافی نیست، باید بهتر بشه. یعنی ممکنه که داره مدرسه میره، همه نمراتش هم عالیه، همه قدم هایی هم که دنیا استاندارد گذاشته رو داره انجام میده، ولی درون خودش هی داره فکر میکنه کافی نیست، یه چیز دیگه باید باشه. پس تشویش و استرابی که به وجود میاد از یک نوع استانداردهای غیر منطقی و که واقعی نیست، غیر منطقی و غیر واقعی درون خودشون شخص داره میذاره. و اینکه خیلی موقع ها وقتی میشینیم اینا رو پیدا میخوایم بکنیم که خب کدوم اساس تو داری اینا رو میگی، میبینیم هیچ اساسی نیست. یعنی برای خود طرف مشخص نیست که کی به این کمال میرسه که میتونه خیالش رو خواهش و بره توی قسمت بعد. پس در نتیجه میبینیم که زیربنای این یه تشویش و اضطرابیه و یه باور این که من خوب نیستم، کامل نیستم، هیچ وقت خوب نخواهم بود و کامل نخواهم بود. پس در نتیجه به عنوان کسی که خود شخص قاعدتا وقتی که داره کار میکنه برای خودش باید معمولا نگاه بکنه که یه سری استانداردها رو بیاد فیکس بکنه و ربط پیدا کنه به واقعیت استاندارد بیرون. حداقل یک نظمی داره که درون خودش داره میگه و آدمهای دیگه دارن میگن. خیلی موقع من درخواست میکنم آدم ها بپرسن از بقیه که آیا شما نظرتون راجع به کار من چیه، و اون رو بتونن بپذیرن برای خودشون که اگر ده نفر آدم به من میگن این کار خوب انجام میدم، استاندارد خارج از دنیای من میگه خوب انجام میده، پس من بتونم با این مسئله راحت بشم. قسمت بعدیش اینه که چجوری تشویش و اضطراب رو در حقیقت در خودم بتونم پایین بیارم. این باورها رو از کجا برای من اومده؟ حالا اگر مادر اون شخصم داره نگاه میکنه، نگاه کردن اینکه تو کلامشون، تو مدلی که داشتن برخورد میکردن، چجوری این باورها رو گذاشتن و میدونین چکش زدن توی
دقیقاً و حتی توی فضای عادی روزمره چطور این نوع باوری که کافی نیست، این بهتر بد باشه، به خوب نیست، باید یه کار دیگه ای بکنیم رو ممکنه که هی ببینن. یعنی خود این مادر ممکنه توی خودش نگاه کنه و ببینه که آیا چه حدی تشویش و استراب تو خودش هم وجود داره، توی کلامش وجود داره، نفی کردن، ایراد گرفتن، خوب نبودن، باید یه چیز دیگه ای باشه، اینه که هست کافی نیست، ممکنه دائم توی گفتمانی باشه که در حقیقت هر روز داره توی خونه، توی هوا پخش میشه. خب دکتر، این میتونه به وسواسم گره بخوره؟ یعنی کسایی که پرفکشنیست و کمالگرا هستن وسواسم کنارش بیاد؟ وسواس هم خب زیر بناش تشویش و اضطرابه. وسواس یه درجه بالاتر از این کمالگرایی میاد. این تشویش و اضطراب باید بالاتر باشه تا برسه به اون حالت وسواس. خیلی موقع ها میبینین کسانی که وسواس کامل دارن، یعنی هی باید مثلا در رو چک بکنن، هی باید تمیز بکنن، دستشون رو میشورن، هی نمیتونن یه چیزی رو کامل بکنن، بعید نیستش که قسمت تشویش و اضطرابی که تو بدنشون داره به وجود میاد یه مقدار کل فضای شیمیایی بدنشون رو تغییر داده باشه و مجبور بشن که درمانی هم حتما انجام بدن که اون وسواس رو بیارن پایین. شما دو نوع وسواس رو صحبت میکنیم، یه حالت عادی وسواس رو ما صحبت میکنیم که حالا یه نفر خیلی تمیزه، دوست داره همه چی اطرافش تمیز باشه و ولی مثلا اون شخص رو وقتی که نگاه میکنی وسواسش رو، درسته که شاید زیادتر از بقیه داره کاری انجام میده، ولی یک منطق و خردی توی این جریان هست. وقتی که ما راجع به بیماری وسواس داریم صحبت میکنیم دیگه منطق و خرد توش نیست، یعنی یک طرف میبینه دقیقا تکراریه که باز تمومی نداره. در بستم؟ آره بستم. در بستم؟ آره بستم. در بستم؟ آره بستم. درست. بعد یک کاری باش میدونی، یعنی مثل زمانی هستش که شیر رو باز میکنه، شیر رو میبندی، بعد زمانی هستش که واشره خراب شده، شیر رو باز میکنه، شیر رو میبندی، ولی این چک چک میکنه. این هم حالتیه که کسانی که OCD دارن، Obsessive Compulsive Disorder، که دیگه منطقی توش نیست، این فقط چک چک داره میکنه، همون فکر دوباره میاد، شما یه عملی انجام میدی، همون فکر میاد دوباره انجام میدی. این زیربناش باز هم تشویش و اضطرابه، ولی یه جایی دیگه اون مواد شیمیایی مغز رو تغییر داده به حالت ناسالم که دیگه باید حتما کامبینیشنی از دارو درمانی و روان درمانی برای کسانی که به اون اوج وسواس میرسن وجود داره. ولی خب خود تشویش اضطراب و زیر که نگاه میکنی مثل این میمونه که مثل درختی که شاخه هاش تو جاهای دیگه میره، درسته؟ تشویش اضطراب هست میاد به این کمالگرایی میرسه، میاد به کلن generalized anxiety که تشویش و اضطراب کلی آدم ها دارن، میتونه از یه طرف به افسردگی برسه، میتونه به بیماری های با غذا خوردن که کسی هست که اصلا غذا نمیخوره یا غذا میخوره ولی بالا میاره، میتونه به اعتیاد برسه به خاطر اینکه کسایی که تشویش و اضطراب زیاد دارن یه چیزی صدا خفه کنی میخوان که بخورن و یه دفعه آرامش برای اولین بار پیدا میکنن و شروع میکنن اون استفاده کردن و اگر اونو نداشته باشن بعد دوباره تشویش اضطراب پیدا میکنن. خصوصی تشویش اضطراب از اون چیزاییه که همه چیو میاره با خودش، زنجیروار، اگر که بلد نباشیم که چجوری باهاش کار کنیم و آرومش بکنیم و بیاریم توی فضای منطق که همه چی بالاخره تشویش و اضطراب توش هسته، چجوری این رو با منطقمون کنار بیاریم و رهاش کنیم که نرسه به جاهای بیماری. خانم دکتر، من دارم بین صحبتهای شما فکر میکنم همجوری میگم که پس همه چیز چقدر با هم زنجیروار وصله. وقتی که من استراب دارم ممکنه برسم به وسواس، ممکنه برسم به کمالگرایی و اینا انعطاف منو کم میکنه، بنابراین احساس خوشبختیمو میاره پایین، چون انعطافم میاد پایین دیگه نمیتونم مسائل رو اونجوری که هست بپذیرم، میخوام عوض کنم همه چیزو. به سلامت روانم رو میاره پایین، میدونی؟ ببینی مثلا استراب یه چیزیه که خب به هر صورت برای ندانسته ها، برای اون فردایی که نمیدونن چیه و اینکه کلا مغز انسان ها جوری که کار میکنه اینه تمام مسائل گذشته رو داره نگاه میکنه و بعد تخمین میزنه برای آیندهش، درسته؟ یکی از مقالات آخرین تحقیقاتی که داشتم میخوندم میگفتش که در حقیقت مغز ما جوری که
اطلاعات رو داره میاره تو و پروسه میکنه، از جایگاهی داره نگاه میکنه و پروسه میکنه که آیا ربطی به قبل من داشته و اون ربطی رو چجوری به ربطی به چیزایی که من دانسته ها، آیا ربطی به دانسته های من داشته، و بعد اون رو میاره و قاطی میکنه با دانسته هاش، و بعد میبینیم که پس دانسته های من هر چیزی رو که من میگیرم و میارم اینجا دائم در حال پروجکت کردن و تخمین زدنه، یعنی که ثانیه بعد چه خواهد شد، چه اتفاقی میفته. حالا چیزایی رو که مثبت گرایی ما اینجا به وجود میاریم، خب پروجکشناش و حدسیاتش هم به حالت مثبت برای آدم به وجود میاره، یعنی اینکه مثلا من اگر تمام روز قرار دارم که باید انجام بشم ولی یکیش که خراب میشه، یکیش بعد مثلا از اونجایی که مثبت نگاه میکنم میگم خب حالا مثلا به خانم سروش زنگ میزنم میگم که میشه نیم ساعت دیر سر، اونم میگه آره، اون با اون یکی زنگ میزنم میگه میشه اینو میکنه، یعنی با این حالتی که دنیا قرار خودش رو تطبیق بده و همه چی خوب خواهد پیش رفت، من اینا رو تنظیم میکنم، درسته؟ اگر که تنظیم اگر حالتی باشم که نه اتفاقی نمیفته، الان من به خانم سروش زنگ میزنم ناراحت میشه، اون یکی اینجوری میشه، پس با این حالت شروع میکنم با تشخیص استراب با دنیای خودم روبرو میشم و بعد این منفیگرایی که از قبل هست هی خودشو میبره جلو. بعد وقتی میگیم استراب چیه، میگیم در حقیقت استراب یک آینده منفی رو ماها دائم داریم تصور میکنیم و میریم توش زندگی کنیم و خودمونو میتونیم، درسته؟ و در حقیقت هم همین میشه بعضی وقتا وقتی که انتظار شد. خانم دکتر من دارم همجوری میگم بین صحبتاتون خیلی قشنگی دارم زندگی خودم رو هی دوره میکنم، میبینم واقعا هممون، ولی قبل از اینکه من بیام تو برنامه داشتم خبرها رو میخوندم، مرور میکردم و به قول شما نمیرم هم دیپ مثلا بشینم هندوستان رو ببینم که حالا میلیون ها نفر واقعا در خطرن و کرونا داره این ویروس با ما چی کار میکنه. واقعا من فکر کنم زندگی زمین مال ویروس ها بوده، ما اومدیم توش، حالا دارن تلافی میکنم ولی کلن همه چی قاراشمی شده، یعنی تمام اون چیزایی که ما برای آینده بشریت و خودمون خصوصی تو زندگی و آینده خودمون و نوه هامون و بچه هامون داشتیم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته و احساس میکنیم که ممکنه همه چیز تغییر بکنه در کوتاه زمانی. بنابراین من فکر کنم بینش و روش ما آدم هم عوض شده نسبت به زندگی، مجبوریم که انعطاف بیشتری داشته باشیم، مجبوری. آخه میسوش همیشه همینطور بوده. من تصوری که یک زمانی این نبوده من فکر میکنم غیر واقعیه، همیشه همینطوری بوده. یعنی انسان به عنوان یک از موجوداتی که بالاخره در دنیا بودن داشتن با ویروس ها با بیماری ها دیل میکردن. قبل ماها تا 40 سالگی بیشتر زنده نبودیم، حالا الان ماشون تا 80 سالگی، یعنی 40 سال اضافه شده به همون، ولی تا 40 سالگی بیشتر زنده نبودیم به خاطر بیماری هایی که به وجود می اومد، در حالی که علم طب اومده خیلی از این بیماری ها رو تونسته ببینه با کار بکنه. به خاطر همین اینی که آیا فضایی رو که ما داریم یک انتظاری بعضی موقع به وجود میاد خانم سروش، به اینه که انگار دنیا قول داده بوده که ما باید یک روابط خیلی خوب دنیا زمان خیلی آسون از لحظه‌ای که به دنیا میایم تا آخر مرگ باشه، بعد اتفاقای دیگه که میفته شوک میشیم انگار مثلا این قولی که به ما داده شده انجام نشده، در حالی که وقتی که کل ماجرا رو نگاه میکنین هر لحظه در فضای تغییر هستیم. یعنی مثلا میگم من 59 سالمه، من فقط نگاه میکنم تکنولوژی کمیونیکیشن رو از زمان توی این 59 ساله با چه سرعت جلو رفته و چه چیزهایی رو در اختیار ماها گذاشته که الان در هر جای دنیا که باشیم با یک تلفن میتونیم با دنیا صحبت بکنیم. خب اینا تغییراتی که روز به روز داره اتفاق میفته، بعد نسبت به انگار مثلا تغییرات خوشمزه که به وجود میاد کیف میکنیم، تغییرات منفی که به وجود میاد آره چرا اینطور شد؟ تغییرات من رو به دنیا ده. و اون که حرف شما بسیار بسیار عالیه به اینی که کسی که نتونه خودش رو تطبیق بده با فضایی که به وجود میاد حتی با حقیقا میشکنه. شما حتی نگاه بکنید که با تمام چیزهای تکنولوژی که به وجود اومده، با
قاعدتاً کار خیلی ها گرفته میشه چون تکنولوژی که میتونه ربات‌ها خیلی کارا رو بکنن خیلی از کارهایی که انسان‌ها میتونن بکنن باید تغییر پیدا کنه کسانی که دارن اینو میبینن همچنین یه روز هم اتفاق نیفتاده دارن میبینن و مهارت‌هاشون رو تغییر میدن میبینن که اون تطبیق دادن خود داره اونا رو میبره جلو کسانی که میبینن نمیخوان ببینن میبینن غر میزنن میبینن میگن نباید اینجور باشه یا اصلا نمیبینن خب اون انعطاف پذیری رو ندارن در نتیجه دنیا داره جلو میره اینا پس میمونن بعد غر میزنن احساس قربانی بودن میکنن کسانی که فرضاً فروشگاه های کوچولو کوچولو داشتن تمام الان این همه ساله که کل خرید داره میره رو اینترنت من گروه میشناسم هنوز که میگن ما نه فضای اینترنت بعد بیزنس داره کوچیکتر کوچیکتر میشه منتظرن که دیگه نفس آخرش رو بکشه و تجربه دادن اینه که خب بذار من برم یه کار دیگه انجام بدم توی لیبر بودن معدن بوده هزار تا کاری میانجام میدن که اون اصلا کارها دیگه الان وجود نداره مگر اینکه برن مثلا ممالک توسعه نیافته تا یه سری اون کار دوباره به وجود بیارن اینی که شما میفرمایید برای انعطاف پذیری میبینید تو خیلی کمک میکنه به اینی که من دائم جلو برم و بتونم با اون چیزی که داره اتفاق میفته نه تنها خودم رو تطبیق بدم بلکه مهارت هایی رو که داشتم از قبل رو بهتر استفاده کنم و مهارت های جدید یاد بگیرم تا بتونم برم جلو ولی خانم دکتر بعضی وقتا آدما خود منم تجربه رو کردم یه یادمه زمانی که ایمیل اومده بود سالیان پیش گفتم من هیچ وقت فکر نکنم به ایمیل احتیاجی داشته باشم و اون حالت تنبلی این که میخوام سیف باشم تو اون مرحله‌ای که هستم رو ترجیح میدادم به اینکه برم یاد بگیرم بابا یه ایمیل دیگه راحته انگار مغزمون و خودمون تو اون حالت اولی راحت تریم اجازه نمیدیم که مثلا بریم یاد بگیریم یادگیری رو باش درد سر داریم اولش شاید overwhelmed میشیم فکر میکنیم سخت میکنیم نمیتونیم فکر میکنیم با اون چیزی که وجود داره این دیگه کارمون میگذره تا زمان که نمیگذره که مجبور باشیم این کار رو انجام بدیم در اون صحبت که میفرمایید یک کامفورتی هست یک راحت طلبی برصورت در همین که اگه من بتونم نتایجم رو با اون چیزایی رو که داشتم و بلد بودم و هنوز بتونم همون جوری جلو ببرم خب چرا به خودم زحمت بدم یک کار دیگه ای رو یاد بگیرم سنمونم که بالا میره خانم سروش یکمی بیشتر این جریان اتفاق میفته فرضاً به عنوان کودک یا به عنوان جوان و نوجوان ذوق داریم به چیزای جدید رو یاد بگیریم مثلا تمام ذهنیت و مغزمون برای یاد گرفتن مثلا اگر خوشمزه باشه ولی زمانی که سنمون یه ذره بالاتر میره و به هر صورت زندگیمون رو جوری درست کردیم که صحبتش پره مثل اینی که بله و اینی که تصور اینی که یادگیری من به همون سرعت کودکیم نخواهد بود خوره نخواهد بود ولی دلیل نمیشه که نشه یکی اینی که آیا من احتیاج دارم که 100% یه تکنولوژی یه چیزی بلد بشم یا اینی که حتی یاد گرفتن 10% 20%ی که بتونه منو جلو ببره کافیه من همیشه میگم تمام این تلفن و کامپیوتر و هر چیزی که در کنار من میذارین از نظر تکنولوژی من 10% رو بیشتر بلد نیستم چون فقط کارهای اساسی زندگی من انجام بده بعدش بیشتر از اون 10% اگه بخوام یه نفر که اکسپرت باشه میرم ازشون درخواست میکنم هایرشون میکنم بهشون پول میدم با آدمایی که پروفشنال هستی اون کار ولی همون 10-15% رو من اگر یاد بگیرم که چی کار بکنم کمک میکنه مثلا هر روز شما خانم سروش میبینین تلویزیون میاد هر کدومش یه دونه ریموت داره خود ریموت هر رو میخوای یاد بگه درسته خود زوم بله زوم ها من اوایل میگفتم مگه میشه بابا من بشینم مثلا تو خونم بعد خانم دکترم تو خونش باشه فکر نکنم برنامه خوبی بشه روزای اول که اصلا میومدم برای زوم نمیتونستم ارتباط برقرار کنم با شما و بیننده ها برام خیلی سخت بود میگفتم آخه من دوست دارم خانم دکتر اون ور میز باشه من این ور البته هنوزم اون حسه رو دوست دارم ولی خب عادت کردم دیگه روی زوم الان دیگه راحت تر شدم بله ولی دوباره در کنار هم باشیم همینجا آره به خدا خیلی دوست دارم خیلی چقدر سوالا موند وای
حالا دیگه دفعه دیگه برای هفته دیگه. آره ولی به اتمام رسید و آره دیگه تموم شد. یه مطلب رو بگم که میگی هی بریم از فریدون مشیری ضبط که گذاشته بودم برای برنامه دیگه، ولی هی میگی تموم شد میگه بنشین مرو، چه غم که شب از نیمه رفته است، بنشین که با خیال تو شبها نخفتم. تموم شد دیگه. مرسی از بودنتون. منم تشکر میکنم.